سلام از کنم خدمت دوستان عزیز. ببخشید بخاطر وقفه‌ای که پیش اومد، من امروز سعادت پیدا کردم مجددا در خدمت دوستان باشم برای ارائه دیگه. حالا بعضی از دوستان من جلسه قبل زیارت کرده بودم. عرض کنم خدمتتون که ما یه سلسله ارائه داشتیم در مورد رمزنگاری در اندروید که تقریبا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 4 تا جلسه در خدمت لایکت بودیم. من قبل از اینکه بخوام آنلاین اعلان شروع بکنم، یه تشکرم بکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن برای گرد همایی. عرض کنم خدمتتون که حالا بنابرای یه دلایلی این موضوعی که امروز در واقع در موردش صحبت میکنم، من این رو هم تو همون ادامه بحث کریپتوگرافی توی اندروید گنجوندم به دلیل یه سری در واقع نقاط اشتراکی که داره با این موضوع. اما خب اینو یه مقدار موضوع بازتری ببینیم. در این حال آقا اگر فرصتی بشه، من که به کمال پردوی حالا همیشه وقت لاکت رو گرفتم، اگر یه فرصتی بشه انشالله یه سری مباحث تکمیلی هستش که شاید حالا یه جلسه بعدی اگر بنده خدمتتون بتونم برسم، اونجا یه سری مباحث مرتبط با مهندسی منکوش رو توی اندروید قرار هست مرور کنیم. منتها این بحثی که امروز در موردش صحبت میکنیم، حالا من خودم متاسفانه اندروید دیولوپر نیستم، یعنی قبلا هم چندی بار عرض کردم که فرد حرفه‌ای توی این زمینه نیستم و واقعا یه سری حالا تجربیاتی تو حوزه امنیت توی اندروید دارم. منتها اونجوری که متوجه شدم یه چالشی هست توی این اکوسیستم که حالا به نوعی خود منم باهاش زیاد سر کار داشتم به خاطر تجربه کاری که دارم، اون هم در واقع بحث تمپرینگ هست، یعنی دستکاری غیر مجاز و اپلیکیشن های جعلی و نسخه های ناامن سیستم عامل اندروید و موضوعات مختلف. پیشنهاد دادیم در مورد آنتی تمپرینگ جلسه داشته باشیم. دوستان هم زحمت کشیدن این اجازه رو به ما دادن ما امروز در خدمتتون باشیم. خوشبختانه آقای میری سشن قبلی ارائه خیلی خوب دادن. دوستانی که دیگه خسته شده بودن بعد از ارائهشون تشریف بردن. این ارائه خسته کننده ما پیشاپیش دیگه به هر حال یه عذرخواهی هم داره باهاش از طرف بنده هست، چون ارائه بنده متأسفانه اینجوری. بعد از کام خدمتتون که اگر سوالی هم باشه، من انتهای جلسه اگه امکانش باشه در خدمتتون باشم در مورد ایلای بخاطر اینکه یه مقدار وقته میفته به زمان عزیز. خب با اجازهتون شروع میکنم. از کنم خدمتتون که موضوعاتی که قرار هست بررسی بکنیم خیلی ساده، یکی بحث خود تمپرینگ و تاثیراتش هست و در واقع یه سری اینسیدنت ریپورتی که در گذشته حالا این چه تبعاتی ایجاد کرده و اینها، یه چند تا مثال من دادم و یک سری روش‌های مقابله باهاش و قرار هست به این سوال فلسفی که آیا واقعا ما راهکاری برای جلوگیری از تمپرینگ داریم یا نه، حالا یه سری پاسخی هم بدیم. عرض کنم خدمتتون که خب واژه تمپر یا تمپرینگ داره توی فرهنگ لغت در واقع حالا یه تعریفی داره که حالا دوستان حتما آشنایی دارن. جهت یادآوری، یک نوع دسترسی غیر مجاز که منجر به بروز یه سری لطماتی بشه و دسترسی غیر مجازی رو ایجاد بکنه حالا به اون سیستم، به اون موجودیت، حالا توی زبان انگلیسی به عنوان تمپرینگ شناخته میشه. توی اندروید حالا این تمپرینگ که داریم در موردش صحبت میکنیم، اگر به فرض حالا شاید چندان آشنا نباشه برای بعضی از دوستان، عرض بکنم منظور این هست که اپلیکیشن شما یا سیستم عامل شما که ازش به عنوان بستر اجرایی استفاده میکنید ممکنه توسط یه سری عامل مثل بدافزار دستکاری بشه، یا مثلا یه پدیده ای رو ما توی اکوسیستم باهاش مواجهیم. البته ممکنه همه اپلیکیشن ها رو تحت تاثیر قرار بدیم، اونم اپلیکیشن های جعلی هست یا اپلیکیشن های دستکاری شده. مثلا یکی از سوالاتی که شرکت های پرداختی یا بانکی باهاش دائما چالش دارن و هیچ کس جوابی براش نداره این هست که بعضی وقتا مثلا اپلیکیشن های اینا رو برمی‌دارن، دستکاری میکنن، از طریق سوشیال نتورک ها منتشر میکنن، یا یه اینفلوئنسری تو اینستاگرام یه لینک دانلود میذاره، بعدش هم یه اتفاقی مثل فیشینگ میفته و اطلاعات مثلا مردم به سرقت میره، بعد یه کار عجیب غریبی مثل رمز پویا شروع میشه داستانش و بعد همه به دردسر میفتن و الی آخر. البته مسئله تمپرینگ واقعیتش
حالا برای دوستانی که حوصله این همه زمان گذاشتن و ارائه ندارن، جواب نهاییش این هستش که لاکال قطعی نداره و این جزء بغلنشترین در واقع تهدیدات امنیتی است، نه فقط در پلتفرم اندروید، در همه پلتفرم‌ها. یعنی فرقی هم نمی‌کنه که شما تو اندروید یا جاوا، کاتلین یا زبان برنامه‌نویسی دیگه‌ای بزنید، از SDK استفاده بکنید یا حتی نیتیو کد بزنید و NDK باشه، همه اینا در دسترس این است. از طرف دیگه نه تنها اپلیکیشن های ما ممکنه دستکاری بشن با نفهمی، مثل چی؟ مثلا اپلیکیشن تلگرام یه مسنجر نسبتا محبوبی است که کشور ما میبینیم که نسخه‌های، حالا اسمشون نگیم جعلی، نسخه‌های متفرقه زیادی از سورس کدی که منتشر کرده این شرکت در اختیار کاربر هست و یه دوره‌ای هم خود شرکت یا گوگل سعی کردن یه سری از این نسخه‌های آنافیشیالی که وجود داره رو از رده خارج کنن. چرا؟ چون ادعاشون این بود که به هر حال پرایوسی و داده‌های وجود کاربران این سیستم داره به خطر میفته. این فکر میکنم آگاهی رو همه ما داریم در موردش. مثلا یه مورد مثل این شاید این سوال پرسیده بشه آیا تلگرام راهکاری نداره برای که تشخیص بده این اپلیکیشن جعلی هست یا نه؟ چرا؟ مثلا مسئله دیگه یه سری راهکارهای بینابینی هست. ولی آیا پاسخ قطعی براش وجود داره؟ دوستانی که یه مقدار تجربه توی بحث مهندسی معکوس دارن میدونن که شما میتونید سازوکارهای امنیتی رو که توی هر اپلیکیشنی پیاده سازی شده رو به اندازه لازم اگر زمان، انرژی و مهارت براش داشته باشید و حالا اگر یه سری ابزارهای کمکی هم در اختیارتون باشه بایپاس بکنید. تقریبا هیچ راهکاری نیست که از این بتونه در واقع از این مسئله گریزی داشته باشه. برای این مسئله تمپرینگ هم مشکل این هست که مثلا اگر ما یه اپلیکیشنی رو دستکاری بکنیم، سرویس دهنده چجوری متوجه بشه که کاربر داره از یه اپلیکیشن دستکاری شده استفاده می‌کنه؟ مثلا یه موبایل بانک ممکنه دستکاریش نسخه دستکاری شده از طریق تلگرام منتشر شه، کاربرای نصب بکنن، بعد زمانی که دارن کارهای بانکیشون رو انجام میدن مثلا اطلاعات کارتشون به سرقت بره و بعد ادامه داشته. یه مقدار من واقعیتش قبل از اینکه وارد این موضوع بشم یه سری شواهدی می‌خواستم بگم، چون راستش من فکر می‌کنم همیشه یه سری سوالاتی هست و همیشه یه سری اپاماتی وجود داره در مورد بعضی از مسائلی که توی حالا اندروید شد ما در مورد اندروید صحبت می‌کنیم، ولی موبایل اپلیکیشن‌ها در بر می‌گیریم. اون همین که مثلا چرا ما بعضی از بانک‌ها یا بعضی از مجموعه‌ها چه توی ایران چه توی خارج، حتی خیلی از اپلیکیشن‌ها، گیم‌ها دسترسی روت رو باش مشکل دارن و مثلا روی دیوایسی که روت شده باشه کار نمی‌کنن. حالا یه مثال خارجی رو بزنیم، مثلا نتفلیکس از این تاریخ به بعد اپلیکیشنش دیگه روی دیوایسی که روت شده بود کار نمی‌کرد و اصلا که دیتکت کنن. حتما اینو خودتون باهاش سر کار داشتید و حتی برای خودتون شاید دردسرساز شده و من این سوال رو بارها شنیدم که چرا. یه سری جوابایی هم سعی کردیم بدیم ولی خب مسلمات همه سوالات پاسخ داده نشد. اجازه بدید یه ذره مرور کنیم. یه سری شواهدی هستش مربوط به 3 سال پیش تقریبا و زمان خیلی زیادی ازش نگذشته، شاید بعضی از این مشکلات رفع شده باشه ولی میخوام یه تصویر ایجاد کنم. بعضی وقتا راستش ما تو بعضی مباحثاتمون مثلا میبینیم که طرف وقتی ما میگیم که احتمال این وجود داره که شما مثلا این حمله روی دیوایستون اتفاق بیفته یا روی اپلیکیشنتون، میگه چجوری؟ یه شواهدی بیاد یا بالا انجامش بده. بعضی وقتا مثلا من نوعی دانشی ندارم یا مثلا دانشم منزی کافی نیست که بخوام اون حمله رو انجام بدم، ولی این شواهد به ما کمک میکنه یکم در اختش ببینیم. سال 2016 این سلوشن امنیتی لوکات رو دیدید دیگه، بعضی از دوستان حتما روی گوشیشون دارن استفاده میکنن. یه سری چون گروه تحقیقاتی هست یک آمالی منتشر کرد که گفت یه ملویری یا یه بدافزاری به نام کاپیکت یک تعداد دستگاه، حالا تعداد ناقابلی، حالا ظاهراً 14 میلیون دستگاه رو آلوده کرد و 8 میلیون تا از این دستگاه ها روت شدن. یعنی روت نبودن ها، توسط بدافزار روت شدن. یعنی شما یه رفتید پلی استور یه اپلیکیشن رو دانلود کردید که اسمش هم کاپی کت نیست، مثلا برین تست، از این اپلیکیشن هستن که میان حافظه رو تست میکنن، آینده‌تون رو پیش بینی میکنن از این کارا و بعد دوشونم چی کار میکردید یهو ناقافل دیدید ای مثلا فلان اپلیکیشن از کار افتاده. چرا؟ میرید بازش میکنید میبینید خطا میده دیوایس شما روت شده است، میگید در دیوایس من که روت نیست. یا مثلا میبینید که یه 10-15 تا اپلیکیشن عجیب غریب رو دیوایستون نصب شده، شما که اینا رو نصب نکرد و یه سری اتفاقات عجیب غریب رو هم داره میفته. یهو مثلا وسط گوشی داره یه تبلیغاتی نمایش داده میشه، هر کاری هم میکنید مثلا اپلیکیشن مختلف رو آنستال میکنید، پاک میکنید، حتی ریسیت فکتوری میکنید دیوایس رو،
باز برگرد می‌بینید همون اتفاقات هست. کاپی کت یکی از این بلایای طبیعی بود که متاسفانه توی اکوسیستم اندروید اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه بعدش یه سری اتفاقات مثبتی هم افتاد. دیدیم از کنم خدمتون یه مقدار حالا وارد بشیم توی این قضیه. قبل از اون دیوایس هایی که لود شده هستن در معرض تهدیدات بیشتری هستن در مقابل همچین مرد و دفصدهایی حالا در مورد بعد اصلا صحبت میکنیم. چرا؟ این سوال هم هست، چرا دیوایس ما لود باشه مشکل سازه؟ چرا بعضی ها بهش گیر میدن؟ مشکل از کجا نشأت گرفته؟ ببینید، یکی اینکه اگر شما دیوایس لود شده داشته باشید، حالا میدونید دیگه به هر حال سیستم عامل اندروید یک ارتباطی با لینوکس داره و دوستان اصلا نمیشه گفت یک دیسترو از یه توزیعی از لینوکسه، ولی خب از کرنل لینوکس استفاده کرده و یه سری مودیفیکیشن ها انجام داده. یه اندروید ران تایم داریم که نسخه قبل از 5 دالویک بود، بعد از 5 شد 8. یه سری تشابه های بین اینها میدونیم وجود داره و این ران تایم انوایرمنت برای شما این سری محدودیت های رو ایجاد میکنه، درسته؟ ببینید، سیستم عامل اندروید مثل هر سیستم عامل دیگه، علاوه خصوص با توجه ضریب نفوذ خیلی بالایی که داره، مجبور بوده که یک سری پروتکشن های محافظت های امنیتی رو در واقع توی دیوایس بگنجونه، هم به خاطر محافظت از سیستم عامل، هم محافظت از کاربران در اون اکوسیستم، همونجور که توی سیستم عامل iOS هم میبینیم هست. و ما اسمش رو توی iOS میگیم جی مود و توی دیوایس میگیم، توی اندروید میگیم روت یا در واقع سی اچ روت، که هم توی لینوکس هم دوستان که میدونن یه جیل مودیه که در واقع محافظت شده است و کاربر داره توی یه چیزی شبیه به سندباکس داره کار میکنه. دسترسیش محدود است، به منابع به صورت محدودی دسترسی داره، مجوزها کلا در قالب یک سری لیست مشخص هست و باز هم به منابع سیستم کاملا محدود دسترسی خواهد داشت این قالب. ولی خیلی از ما اشتیاق داریم بریم اینو روتش کنیم. اولین اتفاقی که میفته بعد از بوت کردن این هستش که شما یک سری از فیچرهای امنیتی اندروید رو از کار میندازید ناخواسته. مثلا مثالش اینجا هستش، به عنوان مثال اندروید توی جلسات گذشته اگر دوستان تشریف داشته باشن یا خودشون روی موضوع مطالعه کرده باشن، در مورد کی استور صحبت کردیم. کی استور یکی از اولین لایه‌های امنیتی که داره توی اندروید این هست که زمانی که یه اپلیکیشن یه کلیدی رو جنریت میکنه روی کی استور، برای اینکه سایر اپلیکیشن‌ها به اون کلید دسترسی نداشته باشن، اندروید میاد و اون کلید رو با یو آی دی که به اون اپ تخصیص داده شده بایند میکنه. بنابراین اگر یک اپلیکیشن دیگری با یک پروسس آی دی دیگر یا یک یو آی دی متفاوت سعی بکنه به اون کلید دسترسی داشته باشه، چیکار میکنه؟ کی استور جلوش رو میگیره. وقتی که روت میکنید دیوایس رو، این جور فیچرها از کار میفته. چرا؟ چون اگر اپلیکیشن شما توسط شما یا اپلیکیشن بدافزاری توسط خود شما یا از طریق سوء استفاده از این حفره امنیتی بتونه خودش رو سوپر یوزر کنه، که خیلی چیز عجیبی نیست، حالا در موردش صحبت می‌کنیم، دیگه عملا میتونه به همه منابع دسترسی داشته باشه. البته بحث کی استور یه مقدار متفاوت داره، میخوام بگم فیچرهای خیلی مختلفی به خطر میفته. موضوع دیگه که وجود داره این هستش که یوزر ادمنستریتور میشه و این خب چیز جذابی است. البته من داشتم نگاه می‌کردم بعضی سایت‌ها رو باز می‌کردم، مثلا میگفت مثلا یه اتفاق خیلی مثبت یا مثبت‌ترین اتفاقی که تو اکوسیستم اندروید میتونه برای شما بیفته اینه که از این دیوایس لود شده استفاده بکنید. تبلیغات خیلی جالبی بود. حالا یادم رفت اسکرین‌شاتشو بگیرم. یه سری تبلیغات این چینی هم هستش که یه مقدار به نظر من رو آگاهی کاربر تاثیر میذاره. البته من بگم به خودی خود بحثی ندارم در مورد اینکه کسی ازش استفاده بکنه، چون همینجوری با دیفالت یه دیوایس لود شده نمیشه گفت ناامنه. بس رو بگیم داره که من چی کار باش بکنم، یعنی اگر کسی بدون دقیقا چی کار داره بکنه میتونه جوری تهدیدات و تهدید زیادی بگیره، ولی به هر حال همیشه خطای انسانی مسئله ساز است. و یه سری آماری هم در موردش داریم، اونم این که حالا این آمار جدید نیست ولی فکر میکنم تقریبا همیشه این آمار تقریبا درسته، اونم که میگن طبقی گزارش 5% دیوایس ها حد اول روت هستن و 34% کاربر، یعنی از هر 3 کاربر یک کاربر روی دیوایسش حتی دیوایس لاک هم نداره. من دوستان دیولپری داشتم که خب سینیور هم بودن و خیلی با خوشحالی در مورد این موضوع صحبت میکردن که ما دیوایسمون لاک نداره، اصلا من چیز پرایویتی ندادم و خیلی راحت میتونید بیا این گوشی من و باش کار. و مسئله به این سادگی نیست دوستان، خیلی از مکانیزم‌های امنیتی توی دیوایس شما بایند میشه به همون لاک دیوایس. مثل چی؟ VPN
پس اگه بخواد روی دیوایسش یه وی پی ان فعال بکنه، دیدید که اول کاری که می‌کنه میگه شما باید سکیور لاک روی دیوایستون بذارید. و سکیور لاک اون اسلایدر نیست. پتر، پین، پسورد و اگه بایومتریک ساپورت می‌کنه دیوایستون بایومتریک. حالا اثر انگوش، فیشیال ریکگنیشن و چیزای شبیه این. اینا همش تهدیدات هست. حالا شاید عامل خیلی وضعیت بدتر از این بشه. بعد بعضی هم میپرسن که آقا این بانک‌ها رو چه حسابی اومدن بستن؟ دو تا مجموعه که یه جورای رگولاتور میشن تو حوزه مالی، البته نه تو ایران، ما چون مثلا یه کشور کلا متمایزی هستیم تو دنیا با همه فرق داریم، بقیه جاهای دنیا یکیش مؤسسه پی سی آی هست که تو صنعت کارت کار میکنه. یعنی الان تو دنیا مثلا شما یه جایی میرید کارت بکشین روی پوزی، از اپلیکیشن هایی که متصل به ویزا، مسترکارت و پیپال و امثال اومینا هستن و همه این داستان ها، کلا هر که با کارت کار میکنه، کردیت یا دبیت، تحت ممیزی پی سی آی هست. یه استانداردی هم مثلا دوستانی که این حوزه کار میکنه به نام پی سی آی دی اس اس شنیدن که مربوط به محافظت از داده هاست تو صنعت کارت. مشابه مجموعه شاپرک میشه که تو ایران فعالیت میکنه. شاپرک نمونه داخلی پی سی آی هست. یکی از کسایی که با این دیوایس های بود شده مشکل داره این هست، لینک سندی رو که مربوط به سال 2012 هست و آپدیت نشده هنوز، که در مورد این تاکید میکنه که شما مطلقا نباید اجازه بدید اپلیکیشنی که دارید کارت رو پروسس میکنی، یعنی داده های کارت رو بگید، مثلا همه اپلیکیشن های کارت به کارت که خودمون داریم و خدمات کارت رو انجام میده، پرداخت و اینا رو، مطلقا نباید رو دیوایس بود شده قابل اجرا باشه. دومی که مؤسسه هست، حالا مؤسسه فدرال هست توی آمریکا که روی مؤسسات مالی نظارت داره، این یه ذره همچین نرم‌تر برخورد کرده و گفته بهتره به کاربران تو مشاوره بدید و توصیه بکنید که خواهشاً از دیوایس های لود شده استفاده نکنید، به دلیل اینکه حادثه خبر نمی‌کنه و ممکنه اتفاقی بیفته که حالا هیچ محقق امنیتی در موردش خوب اطلاع نداشته باشه. برگردیم به کاپی کرد. ببینید زمانی که کاپی کرد میومد دیوایس ها آلوده می‌کرده، خیلی از مواقع کاربر اطلاع پیدا نمی‌کرد دیوایسش آلوده است، یه سری اپلیکیشن اضافه روی دیوایسش نصب شده، حتی دیوایسش روت شده و این خب یه مقدار مسئله رو پیچیده میکرد و حتی برای خیلی سوال بود که چجوری یه دونه اپلیکیشن وقتی نصب میشه روی دیوایس میاد و اون رو روت میکنه، چون همه ما حالا کم و بیش با این فرآیند آشنایی داریم دیگه. معمولا کسی هست که بدون استفاده از یک کامپیوتر و بدون استفاده از USB دیبایگینگ و چیزای اینجوری دیوایسش رو روت کرده باشه تا حالا؟ آره، از مثلا سولوشن مثل وان کلیک روت و اینا، اگر کینگ آف روت اپسول و اینا اپلیکیشن ها اینجوری ببینید، بعضی از اپلیکیشن ها هستن که روی دیوایس آن روت شده اپ رو نصب میکنید. البته من دوستمون نمیدونم چه روش استفاده کرده، من در روشه که بلده هم فقط درست کرده، یعنی شما اپ رو نصب میکنید روی دیوایستون و اگر این بتونه بوتلودر شما رو کامپرومایز بکنه که مستلزم وجود یه آسیب پذیر روش هست و من فکر میکنم حتی ما که الان اینجا هستیم شاید بعضی همون دیوایس هایی داشته باشیم که نسخه های آسیب پذیری از اندروید توش باشه، چیز طبیعی هستش که ممکن بروز نکنیم دیوایس همون، از این آسیب پذیری رو استفاده میکنه و با جابجا کردن اون به صورت سایلنت دیوایس رو روت میکنه، یعنی شما کافی دیوایس رو ریستارت کنید میاد بالا به یه دیوایس روت شده دارید. البته 100% گارانتی وجود نداره برای انجام این کار، ولی اتفاق میفته. از این 14 میلیون دیوایسی که گزارش شده ببینید کدوم نواحی بیشتر آلودگی ها داشتن. آقا این صرفاً سه شواهدی از اصلا کشور ما هم تقریبا جزو مناطقی بوده که خیلی آلوده بوده. نمیدونم آیا هنوز دیوایسی وجود داره به این آلوده باشه یا نه. ولی به هر حال گزارش شده که اینها هر نوع اطلاعات حساسی که پیدا می‌کردن به ثروت می‌بردن. دیگه چیکار می‌کردن؟ بعد از اینکه دیوایس رو روت می‌کرده شروع می‌کرد از پرمیشن‌هایی که داشته روی دیوایس برای دانلود کردن یک سری اکسپلویت و بدافزارهای دیگه استفاده می‌کرده. دیگه چه کارایی می‌کرد؟ یعنی طرف فقط می‌خواست دیوایس رو آلوده کنه؟ مسلماً نه. خیلی از چیزا مثل خیلی از چیزای دیگه تو دنیا این موضوع هم به پول می‌رسه. کسی که این ملوی رو نوشته دنبال پول بوده. چجوری از این را پول در آورده؟ لزوماً از طریق سرقت اطلاعات شخصی این کار نکرده. با وجودی که می‌تونسته از طریق کیلاگر دکمه‌هایی رو که شما روی کیبوردتون می‌زنید رو لاگ بکنه و به سرقت ببره، یه راه خیلی متداولی برای پول در آوردن پیدا کرده بوده. اونم هدایت تبلیغات به سمت کانال‌های خودش بوده. یعنی دیدید که این مکانیزمی که وجود داره برای اینستالر آی دی می‌گیره یه اپی و از طریق یه سری اتریبیوشن پرووایدر اپ دارن تبلیغاتشون رو می‌گیرن و بعضی دوستان حتماً تو این زمینه کار کردن. هر اپی که میاد تو این زمینه آنبورد میشه شروع می‌کنه یه سری تبلیغاتی رو نمایش دادن یا اینستالر آی دی یونیکی به خودش می‌گیره که برای فینگر پرینتینگ و تراکینگ یوزر است. بس اون طریق که ارتباط داره با همین ادورتایز آی دی که تو اندروید هست، از اون طریق کاربرهایی که یونیک هستن رو شناسایی میکنن و میفهمن یه نفر چیا رو رفته بازدید کرده و بعد از اون، چون معمولا خیلی از این تبلیغات پشتش نصب یه اپ دیگه هست و
و حتی میفهمه که بله ایشون تبلیغ رو دید، رفت از پلی استور اون اپ رو دانلود کرد و الان داره استفاده میکنه که یه پولی مثلا به اون کسی که این تبلیغات رو تونسته در واقع پروواید بکنه بده. این اپلیکیشنه طبق آمارهای مختلف، حالا یکی از آمار میگه 1.5 میلیون دلار تونسته از طریق هدایت تبلیغات دیگه به سمت خودش پول در بیاره. یعنی اپلیکیشنای مجازی که رو دیوایس کاربر بودن و تبلیغات نشون میدادن، این خودش رو به جای اونها جلب می‌کرده و تبلیغاتش رو سرقت می‌برد و بعد از طریق ارتباطی که با پلی استور و سرویس‌های گوگل داشته می‌تونست این تبلیغات رو سرقت. بعضی از آمارها خیلی عظیم‌ترن. این مرحله میومده بعد از اینکه دیپلوی می‌شد روی دیوایس، دقیق بفهمید خود کاپی‌کت اپ نبوده. یعنی شما یکی از اپلیکیشن‌های ممکنه پاپولار رو توی پلی استور می‌رفتید نصب می‌کردید، آلوده می‌شد دیوایستون. بعد از این میومده از طریق فضای استوریج آمازون که S3 هست یک پیلودی رو دانلود میکرد، یعنی ریکوست میزده، چون دیوایس اینترنت داره دیگه، میزده دانلود میکرد روی دیوایس رو سند کرد اجراش بکنه و از طریق اون آسیب پذیری که روی دیوایس بوده رو ازش بهره کشی بکنه. از این طریق میومده بوتلودر رو دستکاری میکرده و بعد از اینکه اولین بار کاربر دیوایس رو استارت کرده میومده، از طریق دستکاری که روی بوتلودر انجام میداده میتونست به پارتیشن سیستم دسترسی داشته باشه. پارتیشن سیستم میدونیم که بای دیفالت رید اونلی هست، ولی این شواهدی که اینا دیدن متوجه شدن که بعد از آلوده شدن این رایتبل میشده و بعد دیگه میتونید خودتون حدس بزنید چه اتفاقاتی میفتده. این اپلیکیشن دستش باز بوده که هر کاری میخواد رو سیستم شما انجام بده، به داده های پرایویت سایر اپلیکیشن دسترسی داشته باشه، بتونه پیلود های دیگه بذاره، دیوایس رو سیست کنه و وقتی شما میگین حتی دیوایس رو فکتوری ریست میکنید، میدونید که یه بخشی از این فایل سیستم دست نمیخوره. بعد که این خودش رو اونجا مستقر میکرده و دیپلوی میکرده، حتی وقتی فکتوری ریست میکرده با یه دیوایس جدید باید طبیعتا مواجه میشونید، دوباره دیوایس رو میماده آلوده میکرده و کاربر دیگه خلاصش روز و شب نداشته از دست این ملویده و این برا سرش میومده. چجوری این اتفاق افتاده؟ ما توی اندروید میدونیم یه پروسسی هست بعد اینکه دیوایس میاد بالا بوت میشه و هوم اسکرین رو کاربر میبینه که اون در واقع میشه والد بقیه پروسس هست، یعنی همه چی از اون شروع میشه به نام زایگوت. زایگوت توی میکرو در واقع توی بیولوژی آموزش شناسی به یک سلول اولیه میگن، همون نطفه یا بذری که در واقع وجود داره که اون ارگانیسم از اون به وجود میاد. به همین دلیل تو اندروید یه پروسسی که همین کار رو تقریبا داره انجام میده، یعنی والد بقیه پروسس هاست، اسمش زایگوت گذاشته شده و حتما باش آشنایی دارید. یکی از پروسس های خیلی کلیدی است و کاری که میکنه در واقع مکانیزم اجرای شما رو هم تو دالویک هم تو آرت منیج میکنه. به این ترتیب که وقتی شما میایید و میخواهید یه اپلیکیشن جدیدی رو استارت بکنید، برای اینکه این بتونه پرفورمنس بهتری بده، یه فورک از همون پروسس خودش میگیره و تخصیصش میده به اون اپلیکیشن. و بعد از اینکه این کار رو کرد، حالا ببینیم اینجا تو این تصویر بهتر میشه دید، بعد از اینکه این کار رو کرد، ببینید هر اپلیکیشنی یه مپ در واقع دریافت میکنه. تا اینجا زایگوت چیکار کرده؟ اومده استاندارد لایبرری ها رو شیر لایبرری ها توی سیستم اندروید هست رو لود کرده، بنابراین یه اپ جدید مجبور نیست اینا رو انجام بده. کسایی که با جاوا آشنایی دارن میدونن یه والماپی توی جی وی ام وجود داره که وقتی اون تی میشه پرفورمنس بهتری شما میگیرید. این فرق نمیکنه جاوا تو کجا رام میشه. تقریبا ما میدونیم که یه چیزی شبیه به همین جی وی ام توی اندروید هم وجود داره، هم تو دالویک هم تو آرت، که اینترپریتور کدهای جاوایی بوده که ما نوشتیم. حالا یه ذره ممکن تفاوت با جی وی ام که توی بقیه پلتفرم ها داشته باشه، ولی ماهیتا همون زایگوت میاد رام میکنه، یه کپی از خودش میگیره ولی تمام اون فضای حافظه رو کپی نمیکنه، چون این از نظر پرفورمنسی کار بده. میاد یه مپ به اون اپ میده که یه رفرنس به این هست. تا زمانی که اپلیکیشن عملیات رایت انجام نده، یعنی نیاز نداشته باشه داده های خودش رو تغییر بده حالا تو حافظه، به هیچ عنوان هیچ نوع کلونینگی رو حافظه اتفاق نمیفته و این خیلی پرفورمنس خوبیه، چه تو آرت که اهداف تایمه، چه توی دالوی که جاستین تایمه. بعد وقتی که یه تغییر کوچیک اتفاق میفته، سریع یه کپی اونجا گرفته میشه از حافظه خود زایگوت و ادامه میدید. میدونیم یه خیلی پروسس مهمی است و فکر کنید اگر یه آسیب پذیری توی همچین پروسسی به وجود بیاد چه کارهایی که باهاش نمیشه کرد. اپلیکیشن هایی که در واقع کار رود کردن و انجام میدن، چه معلومه را چه بقیهشون، از این در واقع پروسس رو استفاده کردن و به این دلیل کنترل زیادی داشتن.